اگه بخوایم حالا بریم توی همون خوندن تکه هایی از این متن و وارد شدن به همین قرائتش، یه جور همجوری گفتم شروع میشه با همین ماجرای در واقع اینکه دولت توی دوره هایی همین به عنوان یه هدف و غایت خیلی روه و به یه معنا کل اون چیزی که ما بهش میگیم سیاست رهایی بخش یه جور درگیری با دولت، حالا چه توی در واقع تجربه نم بولشویکی بگیریم چه حتی قبل از اون بریم چه هم تو کمون پاریس یا درگیری های انقلاب های 1848 و یه جور ماجرا حتی در بعد در واقع ایجابیش، یعنی نه فقط دولت حالا به عنوان یه جور دشمن اصلی که سیاست رادیکال در تقابل با اونه، بلکه به عنوان اصلا تسخیر دولت به عنوان ابزار و هدف اصلی اصلا حالا جنبش اجتماعی یا جنبش سیاسی برای ایجاد حالا همون تغییری که دفعه قبلم دربارش صحبت کردیم. بنابراین دولت چه در مقام حالا دشمن اصلی چه در مقام هدف اصلی سیاست رادیکال تسخیرش مسئله مهم میشه. این در حالیه که بعداً توی خصوصا بوده حالا زمانی و گاه شمارانه خود کتاب توماس را اگه در نظر بگیریم، در واقع بیشتر متکی به حالا اون چیزی که میشه بهش گفت همین تجربه قرن 21، یعنی همه اون چیزی که یه جورایی از آخرهای دهه 90 فروپاشی شوروی و بعد این دوره چم از اول 2000 تا حالا یه چیزی همین تجربه 30 ساله، این اون تیکه‌ای که روش اثر تاکید میکنه. و خب توی این ما در واقع شاهد این هستیم که یه جور فاصله گرفتن از دولت، چه حالا به عنوان دشمن چه به عنوان غایتی که جنبش سیاسی معطوف بهش هست مطرح میشه. فرضاً اینجا از بادیو رانسیر اسم میبره و اینکه چگونه در واقع همین یه شکلی از سابتراکشن فرام استیت مطرح میشه، یعنی کسر کردن، یعنی یه جوری دولت رو از کلیت اصلا این بحث رهایی بخش کنار گذاشتن. و آنچه که خب بعد از تو همین تجربه این سه دهه میتونید بگید جنبش های اجتماعی که رومیان و اون بعد اجتماعیشون بر بعد به اصطلاح سیاسیشون به همون معنای قبلی، یعنی تسخیر دولت به شیوه های مختلف اصلا حالا انقلابیش بگیریم یا حتی از طریق مثلا دموکراسی و مثلا انتخابات پارلمانی، ما با جنبش های روبرو میشیم که یه جوری اصلا کسر کردن دولت رو از بحث خودشون، مسئله شون اصلا یه شکلایی مسئله دولت نیست، هرچند در این حال در پیچ و خم حرکت خودشون باز با یه سری مطالباتی روبرو میشن و اونا رو میسازن که باز در ادامه به یه شکلایی اونا رو درگیر میکنه با بحث دولت. ولی به هر حال این ماجرا میمونه که ما با جنبش های اجتماعی روبرو میشیم که همین بار وزنه امر اجتماعی و فرهنگی توشون قوی تره و البته خب این در تئوری هم منعکس میشه در قالب در واقع همین نظریه های مثل بادیو رانسیر یا خیلی از جنبش های مثلا آنارشیستی که کلن اصلا بحث دولت رو کسر میکنن. و البته این درست در تقابل با هم چیزی که اول بحثم اشاره کردم، یعنی تجربه فرضاً کشورهای جهان سوم به ویژه آمریکای لاتین، تجربه چاوز تو ونزوئلا یا لولا تو برزیل یا مورالس توی بولیوی، که اتفاقاً خب ما با جنبش هایی روبرو میشیم که از اول خیلی همین معطوف به دولت بودن و به شکلهای مختلف هم از طریق در واقع گرفتن دولت و استفاده از
قدرت دولتی برای پیاده کردن یه سری سیاست‌های حالا اقتصادی و اجتماعی بحثاشونو بردن جلو. و البته دقت میکنید که اینجا ما یه ابهامی در هر دو سو روبرو هستیم. حالا سیاست‌های خیلی رادیکال والا فرانسوی که شاید اونقدر اصلا نمود خاصی نداشتن، محفل‌ها و چهره‌ها و نظریه‌های جدید از نم دلوز و نم بدیو و دریدا و فوکو و غیره، اسامی در واقع درخشان فلسفی که خب خیلی میگم ما به ازای همین سیاسی خیلی مشخصی نداره، ولی از اون ور تو اون تجربه هایی که اسامیش دیگه فیلسوف و نم نویسنده کتاب و اینا نیستن، مورالس و چاوز و نم لولا و اینا فیلسوف نیستن، ولی خب رئیس جمهور شدن، نخست وزیر شدن، رهبر حزبن آمدن، ولی نکته مهم اینه که تجربه اونا هم به جایی عجیبی نرسیده. چاوز که خب دیدیم ادامهش به مادورا و نه مثلا ماجرای در واقع اصلا گند و کثافتی که زده شد تو کل ماجرا که یه جوری اصلا سقوط وحشتناک اقتصادی و فرار مردم و اینا، تو اینا باز مورالس مال بولیوی مقدار مثلا با موفقیت بیشتری همراه بوده، هرچند اونم به علت دخالت خارجی بگیریم یا هر چیزی افت و خیز فراوانی داشت. یعنی این ماجرای اینکه دولت توی تجربه آمریکای لاتین مهم بود و اینا، این را هم باز باید همراه با عواقب بعدیش نگاه کرد که به هر حال همین شک و شبهه را در مورد اینم حفظ میکنه. و خب بحث در واقع توماس به یه شکلی سعی میکنه اولش هم گفتم بعد از این مقایسه برمیگرده به یه جوری تجربه اروپایی، ببیجه اینکه حالا اتفاقا ما شکل در واقع حالا اروپایی درگیری با دولت رو هم داشتیم، یعنی جایی که در واقع باز با جنبش‌های اجتماعی که شکل می‌گیرن بدون اینکه دیگه بخوان از اون الگوی خیلی کلاسیک حالا تسخیر قدرت دولتی و هم انقلاب بولشویکی پیروی کنن، ولی باز در ادامهش هم تو گفتم به خاطر یه سری در واقع همین مطالباتی که پشت این جنبش ها هست نهایتا رونده میشن به سمت درگیری با دولت و حتی یه جوری مشارکت یا حتی اصلا دولت شدن، که باز بهترین مثالاش توی همین دوره 30 ساله‌ای که توماس میگه سیریزا و پودموس هستن. سیریزا تو یونان، پودموس توی اسپانیا، دوتا جریان چپی همین رادیکال که روی این افت و خیزهای جنبش‌های اجتماعی سوار شدن و بعد خانه‌ها مجبور شدن اصلا حالا یا از طریق بردن انتخابات یا از طریق مشارکت در حالا قدرت به یه شکلی برن توی در واقع خود تجربه دولتی. این بحث در واقع اینکه حالا تجربه خود همین پودموس و سریزا و افت و خیزهای باز سیاست رادیکال توی این 3 دهه در واقع میشه مبنایی براش برای اینکه بتونه این دوگانگی رو به یه شکلی توی بحث خودش حفظ بکنه که چگونه عملا ما با خود همین جنبش‌های اجتماعی که توی این 3 دهه میاد رو چگونه میتونیم بخونیم از طریق رابطه‌شون با دولت و اتفاقا از طریق یه جوری پشت سر گذاشتن همین دوگانگی که توی این مقایسه ها تا اینجا باش روبرو شدیم. یعنی اینکه یا باید معطوف به دولت بود به عنوان همین یه جور علت غایی و قضیه رو برد تو همون حالا یا تجربه آمریکای لاتین یا حالا تکرارش در پس زمینه اروپایی مثلا ما رو سیریزا اینا، یا کلن همون سیاست در واقع کسر کردن دولت رو دنبال کرد و به سمت حالا میگم
برجسته کردن اون سویه غیر سیاسی جنبش‌های اجتماعی باز این سه دهه، از حالا جلید قزردا بگیریم تا جنبش وال استریت تا جنبش‌های نام ضد نژاد پرستی و غیره و غیره. یه جوری اینکه این دوگانگی اصلا نمیتونه جوابگوی در واقع این وضعیت امروزه باشه، بحث اصلی در واقع یعنی این فصل در واقع کار توماس اینه که بتونه یه جوری واقعا نشون بده که ما نمیتونیم مسائل رو توی این دو تا چارتای اینکه دولت یا هست یا نیست حل بکنیم. مسئله شکل‌های گوناگون اتفاقا حضور و غیاب دولته.